وقتی در افغانستان در باب خشونت قبرها، جنوسارها سخن گفته میشه همیشه خاطرین داخلی یا عوامل داخلی سهام جنگ داخلی محکوم میشه اما با سهام جنگ که قدرت های بیرونی هم کمتر پرداخته شده و هیچ گاهی به اونا اشاره نشده کدام خانه در افغانستان در سه جنگ متضرر نشده خون نداده تبا نشده در بدن نشده و شخصا خود به پنج تا طفل در بدن شده آواره شده بچه اینا در جای در سخه برای خودم تا چی وقت خون ریزی تا چی وقت در بدنی جناب امیر شما بگیرید که مسئول زدین اونجا رئیس هستین احترام قائلم سلام امیر شما صد کردین گفتین پیش اشرف خانی بینه سلام امیر خود پیش اشرف خانی دیگران را دیتمایی نکشن من خواه آره شدم در بدن شدم 28 ساله بودم یواشتم 20 سال شده بیاداری میکنم دو اولی داشتم آره سیا خان بودم آره دروازه داشت بچه خانه بپنم کسما من خانه نمیتن آره دیگه مردم تو دو بیسن نیش نشم دیگه مردم تو آره نشم اما چند تا بچه داشتم بچه کشتر شد نسیش و گول شدم این چیز نیم خوردم دارم نیم پشیدم دارم نیم بچه خانش مردار خود دارم امیال خانه هم کنی که بشدم نمیدار خدا و نستی بازیم بیسی یک سردم امیش بازه بازیم پنج نکدم من چندار سردم تقاوتی میتر اشرف خانی من چندار سردم که تقاوتی میتر یک سردم ایدم پشت تقاوتی کن بیسی چهار هزار پره دارم بیسی چهار هزار پره من در کجا بارم که جو دیره افغانستان کشور نیست که من تولید کنم افغانستان کشور نیست که سلاح تولید کنم و بم تولید کنم و آهن تولید کنم تمام این تکنولوژی از طرف کشورهای پیشرفته در اینجا به خاطر مقاصد خودشون ارسال میشه و نیروهای اینجا مزدور ساختن برای خود اجیر ساختن که به خاطر منافع در مدت خود اینا رو با هم جنگ انداخته و اینجا قربانی مردم افغانستان هست ما کسی هستم که نامزدم نجیبه بهار حسینی در دستگاه گلایی دواخانه با 16 نفر از کارمندان وزارت معدن توسط یک حمله انتحاری از بین رفت از صبح دوستای ما که در اون ماموریت همراه ما در اینجا شاید باشه که دوستای ما از ساعت 7 بجه صبح که ما دنبال جنازهش گشتیم تا ساعت 1 بجه بعد از ظهر هیچ اثر و علائمی از این پیدا نتونستیم کجا شده در نهایت دوستای ما گفتن که چیکار کنیم گفتن که بیاین یک تابوت خالی رو ببرین در شهرک اجنبی دفن کنیم و به خانوادش اطلاع بدیم که ما جنازه رو دفن کردیم من گفتم این ممکن نیست ما باید آثارش رو پیدا کنیم یکی از همکارای وزارت معدن نجیبه بهار بر من یک عکس رو نشان داد گفت که یک عکس هست اگر تو تشخیص داده بتانی در صورت که قبلا شناخته بود عکس وقتی بر من نشان داد دست نجیبه بود و این را من از طریق چی شناختم؟ از طریق اما انگشتر را که من برش تحفه داده بود دستش جدا شده بود بدنش در یک شفاخانه دستش در تیر عدلی ما تکه های بدنش را از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری کردیم و این را بردیم به دایکندی و 6 ماه قبل این آدم از ژاپن مستری خود آورده بود خیلی از اقارب نجیبه بهار طرحی را داشتند که ما انتقامی را میگیریم دکتر صاحب سیماسمر یک نکته بسیار حساس را اشاره کرد در این جامعه اگر آموزش دادن شود حسی انتقامجویی بسیار زیاد است بنابراین شکنجه هایی را که شما تک تک شما و ما و کسای دیگه که در اینجا حضور ندارد در این جغرافیه متحمل شدیم با کلمات قابل روایت نیست ولی از روزی که حادثه اتفاق افتاد برای من مهمترین پرسش و مهمترین سوالی بود که چگونه من میتونم نام و خاطره نجیبه بهار که حداقل من به او به لحاظ احساسی و عاطفی تعلق داشتم این زنده نگه دارم من امروز از یک لحاظ خیلی خوش هستم از همه کسانی که چی به صورت آشکار و چی به صورت پنهان در راستای راه اندازی این مرکز کوشش کرده من یک جوان سپاس میگم و از همه جمع از شما خواهش دارم که بیاین این مرکز را به یک مرکز
دائمی به یک مرکزی که برای آینده ای تداوم پیدا بکنه را انجام بدیم و ما اندازه از لحاظ شخصی به اندازه توان خود در این در ایجاد این مرکز و در توسعه این مرکز ما سهم خود میگیرم. تشکر. یعنی ما شخصا وادار کردم معاون سرمنشی ملل متحد که برای مبارزه با تروریسم بود که بیایه گپای خودمی رو بشنوست. یعنی در این ساعتی که زور ما میرسیم. هنوز هم دادخواهی میکنیم چی در برای مذاکرات سرم چی در افغانستان، چی در قطر، چی در جای دیگه که تا زمانی که ما به درد و رنج قربانی ها نرسیم ما به سرم پایدار نمیرسیم. تا زمانی که ما این زخمای گذشته را التیام نبخشیم زخمای جدید تولید شده میره و ما فرهنگ معافیت را تقویه میکنیم و این را خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیره و صمیمانه در این راستا استاد چند و متحد باشند. در غیر از او دوام پیدا میکنم و تصمیم